ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. من خوشنود علیه زنان، من مهدیم و با برنامه دیگه از دریچه رو به آگاهی با شما. 25 نوامبر روز جهانی من خوشنود علیه زنان، هر سال فرصتی برای بررسی این موضوع در سراسر جهان و تلاش برای از بین بردن یا دست کم رفتن به این سمت. خوش آمد میگم به میهمانان برنامه، سرکار خانم ژاله وفا که با ارتباط تلفنی داریم با ایشون و سرکار خانم نوری شریفی، پژوهشگران و فعالان حقوق بشر. خیلی خوش اومدید. همان نامی کنم. خیلی ممنون از دعوت شما. خیلی شکرم خانم وفا. خانم شریفی، خیلی متشکرم از دعوتتون، ممنونم. سلامت بشید. 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان که مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1999 میلادی در این روز رو به عنوان منع خشونت علیه زنان تعیین کرد. در این روز در سال 1960 سه خواهر اهل دومینیکن به نام خواهران میراکر پس از ماه‌ها شکنجه سرانجام توسط سازمان امنیت این کشور به قتل رسیدند. جرم این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود. بنا به تعریف سازمان ملل، هر گونه رفتاری که منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان بشه، خشونت علیه زنان نامیده میشه. سوال اول من از خانم وفا است. خانم وفا، نگاه شما به روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ایران چیه؟ عرض کنم خدمت شما عزیزان که خشونت علیه زنان متاسفانه امر مستمر تاریخی است و مختص کشور ایران هم نیست. زنان طبقه و قشر کشور خاصی را هم نمیشناسه متاسفانه، و بسته به توسعه فرهنگ و آموزش و قوانین حاکم بر هر جامعه ای خب متفاوت هم باش برخورد میشه یا شدت حدتش فرق میکنه. در این که ما الان در ایران با این مسئله اصلا اجازه بدن که زنان، جدا از وضعیت کرونا که خب میدونید که از این هفته هم سختگیری های در زمینه کرونا شروع میشه، هیچ گونه امکانات تظاهرات که حق طبیعی هر انسانی است در ایران به اصطلاح وجود که نداره، هیچی این رژیم برای مردم قائل نیست، بعد از تمامی این عوامل دیگه هم استفاده میکنه یا سوء استفاده میکنه برای منع تظاهرات یا اقدامات مدنی که زنان جامعه همراه با برخی از مردان جامعه بخوان در این روز 25 نوامبر که یک روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است اقدامات علنی در خیابون و یعنی جوری که در افواه عمومی انجام بدن جلوگیری میشه. تا به حال هم همین نتیجه را تا به حال هم داشته و به اصطلاح پارسال به امسال هم تغییری نکرده. اما با اجازتون بذارید من به سوال شما در این به این شکل پاسخ بدم که
اگر این امر خشونت رو واقعا قبول داشته باشیم که یک امر مستمر تاریخی است، یعنی در همه جوامع رخ میده، باید ریشه یابی بکنیم عللش و عوامل به وجود آورده شدن این مسئله، و همچنین بنابراین یا در راه حل یابی راه حل های عمومی پیدا بکنیم، و یا مختص کشور خودمون، بسته به فرهنگ خودمون، بسته به محیط اجتماعی اقتصادی سیاسی خودمون، راه حل های مختص جامعه پیدا بکنیم. الان امری رو که خیلی دوست دارم امشب بهش بپردازم این است که خشونت چهره های متفاوت داره، فرمی از اعمال زور و قدرت که میتونه بدنی باشه، جسمی باشه، جنسی باشه، روانی باشه، مالی باشه، کلامی باشه، تهدید اعمال زور اوریان باشه، سلب آزادی باشه، مثلا فرض کنید سلب از یعنی منع از تحصیل یا منع از اشتغال، یا اینا همش مصداقای مختلف خشونته، یا به قول یک جایی میخوندم میگفت که به سطوح آوردن زن، خودشی که از مصداقهای مهمه به اصطلاح خشونت. بعضی از این فرم‌های خشونت چون در جامعه ایران وقتی که صحبت میشه، یا من خیلی از نوشته‌ها رو یا اطلاعیه سازمان‌ها رو اینا رو که می‌خونم می‌بینم که گرچه بسیار مهمه ها، بیشتر به جنبه خشونت عریانی که منجر به قتل یا جرح به اصطلاح جنحه میشه به اون توجه می‌کنن، در صورتی که علاوه بر اهمیت اون که هر روز باید از تعداد آن کاسته بشه، مسلما در همین دوران حکومت آقای روحانی حدود 180 تا به اصطلاح زن به قتل رسیدن در جامعه ایران، یا انواع اقسام قتل‌های ناموسی و اسید پاشی و غیره داریم مواجه هستیم باش، اما حرف من این است که یادمون نره و دقت نه اونا رو از درجه اهمیت ساقط نکنیم. خشونت‌های خاموش، یعنی خوش به این معنا که خشونت‌هایی که جلب توجه نمی‌کنه در جامعه، یا که پنهان می‌مونه، یا حتی بسیاری از بانوان ایرانی، زنان ایرانی به علت نوع تربیتی که شدن، یا عوامل مثل ترس یا نگرانی های از همپاشیدن خانواده یا آسیب رسیدن به بچه ها و فرزندان، اصلا خاموش نگهش می دارن و بروز آماری پیدا نمی کنه در جامعه. که ما مثلا الان اگه بخوایم بگیم آمار خشونت علیه زنان رو در ایران بررسی کنیم، به غیر از یه سری تلفن هایی که به مرکز اورژانس میشه یا چند تا پرونده های قتل یا غیره، ما از اون بخش اعظم، به آلمانی میگن دونکر سیفر، یعنی اون بخش پنهان تاریکش دسترسی پیدا نمی کنیم، و ولی یک امر بسیار مهمه که گزارشگر شدت و حدت این مسئله خشونت جسمی، روانی، کلامی، زبانی، جنسی، روانی، مالی به زنان ایرانه، خود درگیر بودن کل کشور و وطن ما در آتش خشونت، خشونت‌های سیاسی، خشونت‌های اقتصادی، روانی، اجتماعی، فرهنگی فراوانه و جامعه واقعا به سطوح اومده، و بنابراین نیمی از زنان کشور که در معرض به اصطلاح بدون واسطه این نوع خشونت ها قرار دارن، یمان نکنیم که اون نیم درصد دیگه، یعنی نصف جمعیت دیگری که مردان باشن، اونا در عالم گل و بلبل زندگی بکنن. نه، کسی که خشونت به کار میبره خود بیشترین زور رو وارد میکنه، ابتدا به خود بعد به دیگری، یعنی پس دو بخش جامعه از لحاظ جنسیتی اگه بخوام تعریف کنیم، هر دو گرفتار خشونت هست، یکی زور میگه، یکی زور میشنوه، اینا هر دو فرمهای مختلف اعمال قدرت و زوره. حالا در توجه بکنیم که من، البته اگر صحبتم طولانی شد منو قطع بکنید لطفا، چون نمیدونم روند کارتون متاسفانه چجوری به چه شکلی. بله، به خاطر اینکه زمان کوتاهی داریم سعی کنیم که یه جنبندی کلی در حد 5 دقیقه داشته باشیم برای سوالات، من این... و به تک تک این معضلات میپردازیم در ادامه. بله بله بله، من فقط یک میخوام این رو عرض کنم خدمت بینندگان شنوندگان محترم کانون، و اون این است که در حال حاضر
نگاه میکنیم به تمامی قوانینی که وجود داره، ببینید 125 کشور درباره آزار جنسی قانون دارن، 52 کشور در مورد تجاوز زناشویی قانون دارن، کنوانسیون شورای اروپا برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان، حتی خشونت خانگی که تصویب شده، چند تا 15 تا عضو اتحادیه اروپا هم عضوشن. حالا بگذاریم که لهستان و مجارستان اینا یا لهستان تهدید به خروج کرد، اینا همه هم مکانیزم های نسبتاً پیشرفته اتخاذ کردن برای اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ارتکاب خشونت علیه زنان و دختر. اما در واقع ما میبینیم روز به روز این خبر خشونت ها زیاد، حالا آمارش رو بعد چشم میپردازم اگه وقت شد، میخوام بگم در تمامی کشورها میکوشن هم با توجه به ظرفیت ها زیر ساختای اجتماعیشون، هم زیر ساختای حالا بگیم قضایی حقوقی انتظامیشون، به مقداری از وقوع این پدیده پیشگیری کنن. اما آمارها نشان میده هنوز که هنوز تعداد قربانیان زنان در جهان بیشتر. بنابراین این لازم میشه که مثلا در سطح جهان میگن 35% زنان در سطح جهان تجربه خشونت رو متاسفانه تجربه کردن، در 28% کشورهای اروپایی زنان خشونت رو تجربه کردن و غیره. اما کار ما این است که هم به یک بخش اعظم صحبتمون رو به جای پرداختن به آمار که به جای خودش لازمه بپردازیم به عواملش و به اصطلاح غور تفحص کنیم در چرایی این عوامل و متناسب با ویژگی‌های کشور خودمون سعی کنیم با بذات فکری خودمون راه حل ارائه بدیم. خیلی ممنون. بله. بسیار ممنونم از شما. خانم شریفی نظر شما چیه؟ راجب سوال که فرمودین راجب خشونت؟ بله در ایران. بله. خشونت در ایران دقیقاً ببینید برخواسته هستش از در واقع در همه جای جهان همینطور هست، اما خشونت در ایران معمولاً برخواسته هستش از در واقع یه جورای اون مکانیسم سلطه، اون در واقع اون روش‌های سلطه‌ای که روی دختران و زنان اعمال میشه از طریق در واقع سیستم مرد سالاری که توی جامعه. من سوالمو واضح‌تر بیان کنم، من خشونت علیه زنان، من خشونت علیه زنان در ایران. بله. خب من متوجه سوالتون نشدم، چون خانم ببینید خشونت در کلن مفهوم خشونت عنوان کردم. بله بله. من نقطه نظرم من خشونت علیه زنان داخل ایرانه. نقطه نظر شما چیه راجع به این ماجرا؟ آیا عملی انجام شده؟ ایران کنوانسیون رو امضا کرده یا نه؟ راجع به من خشونت علیه زنان که چه کارای انجام گرفته؟ خب ببینید در ایران البته کنوانسیون، خب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بوده و این کنوانسیون یک سند بین المللی هست که البته اون اساس و شالودش برابری انسان هاست، برابری حقوق زنها و مردها از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. و دولت هایی که در واقع این سند رو امضا کردن خب مطمئناً متعهد میشن بهش. اما کشوری مثل ایران ابتدا که این سند رو به صورت مشروط پذیرفت، گفت ما این سند رو میپذیریم، اما مشروط بر اینکه یک سری اصلهایی رو که مغایر با قوانین داخلی ما هست اینها رو ما تعهدی نداریم نسبت به اجرای اون در جامعه. اما بعد زمانی که این، حالا این صحبت از طرف دولت گفته شد، اما زمانی که وارد مجلس شد، زمانی که فقها به اصطلاح به یک همچین چیزی برخوردن، به گوش رهبر رسید، اینها دقیقاً ردش کردن، به طور کامل ردش کردن، چون گفتن که این کنوانسیون 16 تا ماده داره و دقیقاً چیزی که خود دولت این فقها و علما اعلام کردن، گفتن دقیقاً مواد 10 تا 14ش دولت‌های عضو رو متعهد می‌کنه به اینکه در زمینه آموزشی، شغلی، بهداشت، اقتصاد و امور اجتماعی یک رفتار مساوی رو اتخاذ کنه در مورد مردان و زنان، که این
چیزی که گفته شد در واقع، یعنی دقیقا حرف مستقیمشون این بود، این مواد 16 گانه متناقض هست و متضاد هست با 20 آیه قرآن کریم، صدها مسئله فقهی، قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی ایران. یعنی چیزی که عنوان کردن دقیقا به این شکل هستش که البته ما یک اصل در بخش سوم در واقع حقوق ملت، یک اصلی داریم به اسم اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مورد حقوق زن گفته شده و این تنها اصلیه که به طور مشخص از حقوق زن میاد صحبت میکنه که در واقع دولت رو موظف میکنه به اینکه در تمام جهات حقوق زن رو از لحاظ مادی و معنوی در نظر بگیره، البته با رعایت موازین اسلامی. و خب یک سری بندها داره که این بندها حالا در زمینه حمایت از مادران باردار هستش، زنان بیوه، زنان بی سرپرست، که ما میبینیم هیچ کدوم از اینا رعایت نمیشه. الان زنان بی سرپرستی که به زنان کارتون خواب تبدیل شدن از به ناچاری و از روی فقر و عدم حمایت قانون به فحشا رسیدن و تمام این در واقع موارد زیادی شما توی جامعهمون شاهد بودیم، اون زن سیستانی که به خاطر آب مجبور به فحشا شد یا زنهایی که گورخوابی میکنن به خاطر این جریان، همش به خاطر نبود یک قانون حمایتی هست. اما در رابطه با این کنوانسیون، البته این کنوانسیون در رابطه با قوانین مجازات اسلامی و قوانین مدنی در جامعه یک سری تناقض ها داره که تناقضش خیلی خلاصه من میگم، در زمینه ارث هست، هست در زمینه شهادت هست که خب ارث و دیه نصف دیگه، اینا زن و مرد نصف، حق طلاق هست که به طور مطلق به مرد داده شده، حق مسافرت زنان هست که بدون اجازه شوهر امکان پذیر نیست، این که زنان نمیتونن قاضی باشن که البته بعد از کلی سرصدا و اعتراضات زنان رو گذاشتن به عنوان مشاور قاضی فقط در امور خانواده به جز اون، اذانت اطفال و زنان پیروان ادیان، یعنی ادیانی که جمهوری اسلامی اومده و مطرح کرده خارج از این دین، این زنها علاوه بر زن بودنشون به خاطر پیرو دین دیگری هم مورد تبعیض قرار میگیرن. موارد ازدواج موقت، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی یا زن مرد غیر مسلمان یا در زمینه لباس و حق پوشش و اینهاست، و علاوه بر این قانون در واقع اصل 115 قانون اساسی هم هستش که مستقیما میگه زن نمیتونه رئیس جمهور باشه و رئیس جمهور باید از رجل سیاسی انتخاب بشه. مرسی. ممنون از شما خانم شریفی. خانم وفا، شما در مورد علت خشونت صحبت کردید، درسته؟ بله. سوال من از شما اینه که اگه بخواید توی جمله کلی، میدونم که گنجونده نمیشه، ولی سوال من از شما اینه اگه بخواید به طور خلاصه بگیم که علت این خشونت چیه؟ به نظر شما در کجا میبینیم این علت رو؟ اوکی، دولت این کار رو کرده، کنوانسیون رو امضا نکرده، ولی خب نقش خانواده ها یا پدر و مادر ها میدونین چی میگن، علت کجاست؟ در ایران رو منظورتونه یا کلن در سیاره؟ بله دقیقا در ایران. الان بحث ما برمانیم و من نکته بسیار مهم رو خانم شریفی عزیز اشاره کردن و اون نگاه سلطه‌گریست، رابطه سلطه زیر سلطه. این یه رابطه است که در هم ابعاد سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم فرهنگی شما در جامعه ایران می‌بینید. دولت خیلی موقع‌ها، دولت‌ها نماد و برآیند روابط درون کشورند. اگر یه دولتی رابطه سلطه با مردمش برقرار می‌کنه و مقاومت علیهش سخته یا مقاومت به موقع انجام نمیشه، نشان دهنده این است که سلطه پذیری یک امر جا افتاده است در اون کشور که باعث میشه که سلطه سیاسیش هم بپذیرن. پس بنابراین عمق این مسئله، اگر بخوایم به عمق مسئله اشاره کنیم، این است که جامعه ایران متاسفانه جامعه ایست که حقوند بودن رو و حقوق رو
ذاتی خود دانستن رو و انواع حقوق ها رو و ربط مستقیم اینها رو با یکدیگر رو، اینکه حقوق ذاتی من حقوق ذاتی شماست و اینا مثل ظروف مرتبطه با هم در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ قرار گرفتن رو درش جا نیفتاده. یعنی مناسبات قدرت متاسفانه حرف اول میزه در همه امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. شما هر کدوم رو بخوایم باز کنیم، الان خودم من کار من اقتصاد میتونم تمامی به اصطلاح جلوه های زور و خشونت رو در اقتصاد ایران بشمارم که چرا اقتصاد ایران، فقط دولت تنها نیست، یعنی بعد سیاسیش، چرا این اقتصاد ایران دچار این حجم عظیمی از خشونت و زور هست رو میشه از امور تربیتی هم توضیح بدم عاملش از کجاست. مرحوم ارانی اقتصاددان معروف مستقل ایران، خدا رحمتش کنه، ایشون یه جمله گفت، با خبرنگار ازش پرسید که آقای ارانی این چرا اقتصاد ایران انقدر ازش خرابه و درست نمیشه، راه حلش چیه؟ گفت که مدارس رو ببندید. یعنی چی مدارس رو ببندید؟ یعنی منظور تو شوخی میکنی؟ گفت نه، مدارس رو به خصوص دبستان‌ها رو ببندید، به خاطری که در اونجا شما زور رو به کودکان یاد میدید و اقتصاد با زور جور در نمیاد. یه سری قواعد داره، اینا رو باید رعایت میکنی یا نمیکنی دیگه. وقتی با زور بخوای اینا رو خراب بکنی، خب معلومه حاصلات ذهن هر بچه لااقل دیگه زور رو یاد نمیگیره. حالا از من میپرسید عواملش، میگم فرهنگی، 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 بدون اینکه فقط بخوام این بود رو به صلاح منحصر فرق هم یا بگم تقدم بر اینه. شما میدونید هر پدیده چه سیاسی باشه، چه اجتماعی باشه، چه اقتصادی، چه فرهنگی باشه، حتما ابعاد دیگر رو داره. هر پدیده سیاسی بُعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هم داره، هر پدیده فرهنگی هم اون بُعدها رو داره. بنابراین شما نمیشه بگیم یک عامل این مسئله، همونجوری که خدمتتون عرض کرده، امر مستمر در جامعه میبینیم در خیلی از جوامع امور مستمر وجود داره، مثل مسئله بهره ربا به فرم‌های مختلف. تاریخچه الان داشتم جدیدن یک کتاب راجع به تاریخچه ربا به اون یک دو نفر انگلیسی زبان نوشتنش، خیلی 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 زیبا توضیح دادن این فکر سلطه که خانم شریف هم به درستی اشاره کردن چگونه در اقتصاد و مسئله صرف بهره، تعیین نرخ بهره و ایجاد سلطه نقش بازی میکنه. پس بنابراین این مسئله خشونت علیه زنان چند وجهیست و راه حل های چند وجهی میطلبه، چون عوامل چند وجهی داره. شما فکر بکنید مسائل نابسامانی های اجتماعی مثل اعتیاد، مثل فحشا، مثل به اصطلاح همین دوتا رو بگیریم، مواد اقتصادی رو بگیریم از بیکاری یا نابسامانی هایی که به اصطلاح فقر اجتماع، فقر اقتصادی، بدمسکنی، حاشیه نشینی، بُعد سیاسی رو بگیریم، اصلا کل وجود این نظامی که حق برای انسان قائل نیست، چه خاصه زنان، زنان هم همیشه هر این یه امر به نظر من بسیار بسیار باید بهش توجه. همون جوری که هر استبدادی ابتدا با زن شروع میکنه، چون موتور نیروی محرکه تغییر در هر کشوری زنان هستن، ابتدا با تحقیر و خشونت علیه اونا شروع میکنه، راه حل آزادی هر کشوری هم آزاد شدن زنان از این روابط سلطه زیر سلطه است. پس بنابراین ما میبینیم که تمامی این عوامل اعتیاد، بیکاری، فقر، حاشیه نشینی، فحشا، زورگویی های سیاسی و غیره، همه و همه جلوه های مختلف این خشونته. یک در اون روابط سلطه زیر سلطه، وقتی زنان در محیط خانواده، فرض کنیم در محیط خانواده وابستگی مالی به همسر پیدا میکنن و همسر از این امر، این که ناناور خانواده است، استفاده ابزاری قدرت میکنه و این رو تبدیل میکنه به چماق سلطه، همه آزادی های زن هست دیگه، با سکوت کنه در مورد هر بد اخلاقی من، فرض کنید این خشونت های خاموش که عرض کردم، به قول جایی میخوند نفکر کنم که از این بازرس قوه قضایی هم بود اتفاقا، میگفت که متاسفانه اسمشون یادم رفته، به ستوه آوردن زن، میگم مرد وقتی که سلطه مالی داره آن چنان این
به خصوص وضعیت تغذیه و پوشاک بچه ها رو که میدونه مادر براشون دل میزنه و میخواد در رفاه باشن میکنه عامل سلطه، برای اینکه به ستوه بیاره زن رو که هر امری از تبعیت جنسی بگیرید تا هر گونه پذیرش بد اخلاقی، بدرفتاری، کتک، آزار، خشونت های عریان یا حتی به اصطلاح سرباز زدن از وظایف و مسئولیت پدری، زن رو به ستوه بیاره که تمکین کنه به حرف اون مرد. بنابراین کل اون مخصوص ایران هم نیست، همجور که خانم شریفی گفتن این مسئله سلطه مال تنها کشور ایران هم نیست، مال همه جا. همه جا شما روابط قتل مثلا میخوریم در فرانسه اینقدر نفر کشت زن رو کشتن، یا در مکزیک یا غیره. خب این آمار اونا میشه بدون روابط سلطه زیر سلطه همجوری مثلا داشته در عالم تفریم زده زن رو کشته؟ نه مسلمان اینجوری نیست. اون روابط باید روابط مبتنی بر تبعیض، مبتنی بر سلطه و نگاه اینکه مرد سالاری یا مرد هست که توی مناسبات طول تاریخ قدرت رو به دست داشته و آخرین سنگراشه. در خیلی از کشورها هنوز آخرین سنگراست که دیگه خاکریزهای آخر و نمیخواین رو در دست بدن. من در بفهمم چرا انتخاب کردیم که راجع به ایران صحبت کنیم، راجع به خشونت علیه زن؟ چون که جامعه جهانی داره کوشش میکنه به سمت بهتر شدن و این خشونت علیه زنان رو کمتر کردن یا حداقل به این سمت رفتن که در اول برنامه من بهش اشاره کردم، ولی توی ایران ما این جهش رو نمیبینیم، این جهش انجام نمیشه. برای همینه که این موضوع انتخاب شد که بخوایم بررسیش کنیم که چرا این کار انجام نمیشه. بفرمایید. سوال از من بود؟ نه ادامه صحبت فقط در مورد ایران هم باشه، دو تا جنبه داره. یک جنبش نظام حاکمه که همونجور که عرض کردم اصلا با حقوق انسان مخالفه، چون استبداد با دانش مخالفه، ذاتن با دانش مخالفه، با پیشرفت، با حق رهبری ذاتی هر انسانی مخالفه، چون میخواد قدرت در خودش تجمیع پیدا کنه. پس بنابراین یک عامل نبود زیرساخت‌های قانونی، عامل نبود حمایت‌های لازم قانونی و قضایی است، در شک نیست. بنابراین یک طرف رژیم حاکم بر ایرانه و ساختار قانونی خراب و ناکارآمد و نادرستشه، یک طرف هم خود زنان و مردان جامعه هستن، یعنی برداشت از حقوق و حق و این کار فرهنگی بسیار عمیق و طولانی. به خاطر همین خدمتتون عرض کردم فرهنگ، چون اعتقاد دارم اگر جامعه به حقوق خود واقف باشه و این حقوق انسان، حقوق شهروندیش، حقوق مدنیش، حقوق یعنی جامعه ملی، حقوق طبیعت، حقوق خودش در سطح جهانی براش جافت داده باشه و در عمل چون ذاتی خود میدونه هر روز بهش عمل بکنه، یک جامعه چون این پیشرو، جامعه چون این خودساخته و واقف و معرفت دار به شناخت خود، در چنین جامعه این یک نظام استبدادی اصلا نمیتونه پا بگیره. حالا ما با یک نظام استبدادی روبرویم که لایحه میبره پر نقص. یعنی اگر هم یه عده از فعالان زن لایحه‌ای رو تعریف میکنن برای دفاع از حقوق زنان یا منع خشونت علیه زنان، این لایحه رو به فرم‌های مختلف در این دالان هزار توی مناسبات قدرت در ایران که رد و بدل میشه بین مجلس و بین دولت و مجلس نظام و شورای نگهبان، اینقدر این سر و تش زده میشه که یک شیر یال و دم و اشکم تحویل میدن که فایده که نداره، اصلا مضرم هست. این که از لایه‌هایی که میدن، یا این که به قول خانم شریفی اصلا گذاشتن کنار به بهانه‌های واهی رد کردن کنوانسیون مبارزه با خشونت علیه زنان رو قطع. 4 تا کشور بیشتر در دنیا نیستن که نپذیرفتن این کنوانسیون رو. پس بنابراین ما یا باید چشم امید به دولت ببندیم که به نظر من به هر فرمی هم شده، بدونی که بخوام نقش به اصطلاح فعالان حقوق زنان رو در ایران کم ببینم یا خدای نکرده بد توصیف کنم، به هیچ وجه، هر جوری شده جامعه باید به این نظام هم تحمیل کند
حقوق خود رو، درسته؟ اما کار اصلی در خود جامعه مدنی ایران نهفته است. قوی شدن جامعه مدنی، کاری که مثلا فرض کنید کمپین 1,000,000 امضا میکرد، اون سالهای اولیه که میرفتن دم خونه های مردم به خانم ها یاد میدادن این حقوق کودک و حقوق زنان رو، این تشکیل جامعه های مدنی از هر سرکوبی 4 جامعه به اصطلاح انجمن مدنی دیگه مثل قارچ سبز بشه، این راه حله. زدودن خشونت در روابط روزمره، این راه حله. وقتی جامعه به این مجهز شد، مجبور میشه این نظام تبعیت کنه و بپذیره و سنگر خالی بکنه، و اگرم نکرد کل نظام از طرف توسط مردم ساقط میشه و با یک نظام حقوقمند و مردم سالار جانشین میشه. مرسی خانم وفا. میرسیم به پایان جلسمون برای راه حلمون، یعنی راه حل تا آخر جلسه اعلام میکنیم. من یه سوال کوتاه داشتم از خانم شریفی. تو سالای اخیر شاید افزایش 22% قصه ناموسی بودیم، همچنین افزایش اسید پاشی، تعرض جنسی و کلن خشونت علیه زنان بودیم. خشونت علیه زنان بیشتر شده یا جرأت زنان برای شکایت؟ نظر شما روی کدومه؟ ببینید، مسئله اینه که یه مقداری آگاهی رفته بالا در سطح جهانی. خب چون وقتی که مسئله اسید پاشی به وجود اومد توی ایران، در واقع خب مرکزش و مأخذ به وجود اومدن این معضل اسید پاشی خب مستقیماً برمیگرده به اون این سیستم ایدئولوژیک ایران دیگه، چون اساس بر این بود که به زن بفهمونن این پوششی که ما برای شما انتخاب کردیم همینه و نباید تغییر کنه، در غیر این صورت مجازاتش رو، تبعاتش رو شما خواهید دید توی جامعه، و خب به شکلهای مختلف انجام میدن، و این اسید پاشی هم یکی از همون در واقع موارد بود که بعد هم خب ثابت شد که اصلا کار ایادی خودشون هست، نه اینکه چون خودشون اومدن و گفتن که این اسید پاشی عاملش چیزای اجتماعیه که مثلا یه نفر خواستگار اومده جواب رد شنیده، یا یکی گفته طلاق میخوام، این اتفاقات، یعنی ربطش دادن به معضلات و موضوعات مربوط به مسائل خانوادگی در جامعه، در صورتی که اصلش این نبود. یعنی خانم مرضی ابراهیمی دقیقا اینو هم عنوان کرد و تأکید کرد روش که اصلا موضوع این نیست، موضوع اینه که یه عده ریختن که اینو ثابت کنن و اینو نشون بدن، خب حالا بماند. اما این مسئله و معضل اسید پاشی، ببینید، یک چیزی در واقع خود حکومت، خود حاکمیت میگه که باید ساکت باشیم، کما اینکه به خیلی از قربانیان، به خانواده هاشون گفت که ساکت باشید، شما با رسانه ها صحبت نکنید راجع به این مسئله، و یا تهدیدهای جور با جور. خب اینها سکوت میکردن، خیلی سال سکوت کردن، ولی واقعیت اینه که این به نظر من شبکه‌های اجتماعی، این آگاهی رسانی جمعی، این خرد جمعی میتونم بگم اسمش رو، حالا یه جاهایش که کاری ندارم که به حاشیه میپردازن، اما جاهایی که واقعا به معضل زنان به عنوان موجوداتی که تحت تبعیض قرار گرفتن و در بیحقوقی کامل به سر میبرن، به خصوص در جامعه دینی و مذهبی ایران، به خصوص اونجا. اما من فکر میکنم جرأت زنا بیشتر شده، یعنی این جرأتشون باعث شد که این مسئله دقیقا خودشون نشون بده، و در واقع دولت جمهوری اسلامی از این ترسیده. ممنون از شما. خانم شریفی، آقای رضایی نماینده مجلس دهم اعلام کرد که برای عدم سرایت آلودگی معتادان به جامعه باید زنان معتاد رو عقیم کرد. شما راهکارتون چیه؟ اصلا نظرتون چیه راجع به این موضوع؟ با توجه به این که ایشون در ادامه فرمودن که خود این زنان معتاد راضی به عقیم شدن هستن، اینا فهمیدن؟ بله بله.
خب این ببینید دقیقاً یکی دیگه از خشونت‌های بارز جنسیتی هستش. حالا من اینو تو این سطح بهش میپردازم. اول ببینید گفتن که زنان کارتون خواب رو عقیم کنیم. خب مردان کارتون خواب هم هستن، چرا اونا عقیم نباشن؟ چرا اونا عقیم نشن؟ البته این ماجرا از ریشه اشکال داره، چه در مورد زنان چه در مورد مردان، به خاطر اینکه این راهکار نیست. این چیزی که این آقای نماینده گفتن اصولا راهکار نیست، این یه جور فراره، فرار از مسئولیت و فرار از یک مشکل بزرگ به اسم اقتصاد، به اسم فقر توی جامعه ما، فقر فرهنگی، فقر مالی که متاسفانه دولت مردان جمهوری اسلامی هیچ گونه سیاست برنامه‌ریزی دراز مدت و بنیادی ندارن برای جامعه که بخوام بهش بپردازن. اینی که به جای پرداختن به یک راهکار طولانی مدت و زیر ساختی میان و معضل اعتیاد و فقر و در نهایت که همه اینا منجر میشه به خشونت علیه زنان، در واقع اینا خودشون با خودشون دارن، خشونت تو دلشون هست، میاد و اینا رو اینجوری رفع و رجوع میکنن. خب مسلماً توی این قضیه اون چی که زنها نیاز دارن این نیست که عقیم بشن تا مشکل حل بشه. زنهای کارتون خواب توی همچین مواقع نیاز دارن که کارتون خواب نباشن، سیاست های اعمال نشه که اونها رو به این روز نندازه و یا از این رو از این وضعیت نجات بده. اینها نیاز به دسترسی به خدمات دارن برای اینکه از این وضعیت بیرون بیان، و اینکه بیان و یک آقای نماینده مسئله عقیم‌سازی رو مطرح میکنن و اینی که میخوان با این کار در واقع که جورای وجدان خودشون راحت کنن، بگن که خب ما این یه راهکاریه که دادیم، خودشون هم احتیاج، خودشون هم قبول دارن، خودشون هم به اصطلاح رضایت دارن. آیا این زنانی که اعلام رضایت کردن در صحت و سلامت کامل به سر میبرن که به این پیشنهاد پاسخ مثبت دادن، آیا از لحاظ روحی و روانی و جسمی در سلامت به سر میبرن؟ من زمانی میتونم در مورد حق و حقوقم صحبتی بکنم که در سلامت باشم و بیام و بگم این، اگر کسی به من بگه که آیا تو حق انتخاب داری این یا این یا این یا چند مورد دیگه، خب من در صورتی که نیاز در اوج نیاز باشم نمیتونم حق انتخاب داشته باشم. اینو بهش نمیگن حق انتخاب، چرا که زنای معتاد کارتون خواب اگر رابطه جنسی ایجاد میکنن فقط به خاطر تهیه موادشونه، فقط به خاطر بی‌حمایتیه، نداشتن پول، یعنی این اونها رو وادار میکنه در واقع به این کار. و یک چیز مهمی هم که هست اینه که خدمات بهداشتی بهشون ارائه میشه، حالا یا در زمینه درمانی و یا در زمینه جلوگیری از بارداری، هیچ گونه خدماتی به اینا داده نمیشه. این آقای نماینده باید به نظر من بیاد از خودش بپرسه که برای عدم وجود آلودگی باید چی کار کرد، راهکار ما برای اون چیه، نه برای سرایتش، اون هم به این شکل خام و به نظر من کودکانه، یعنی هیچ عقلی پشتش نیست، چه برسه به اینکه یک رجال سیاسی هم این حرف رو زده. یک طرح کل کاری که کردن برای زنان کارتون خواب یک طرح ساماندهی دادن، ارائه دادن که این توی این طرح زنان کارتون خواب رو در واقع، حالا یکیش این بود که میبرنشون خانه کمپ ترک اعتیاد و بعد که ترک کردن دوباره برشون میگردنن جامعه، یعنی اون چرخه دوباره ادامه پیدا میکنه. یه طرح درمان نمیشن، چون خب این با همون شرایط سابق فقط دیگه معتاد نیست، میاد بیرون. آیا از لحاظ شغل داره؟ آیا درآمد داره؟ آیا وضعیت خونش تغییر کرده؟ چه پشوانی؟ به چه پشوانی بره و این ترکش رو ادامه بده؟ یعنی با خیلی از این اتفاقا معتادا حالا برخورد که کردم، من خودم مثلا با زنا یا شوهراشون که برخورد داشتم گفتن ما که اومدیم بیرون همون بود، وضعیت ما تازه بدتر شد، چون اون موقع ما مواد میزدیم اینو نمیفهمیدیم،
بدبختیمون رو نمیفهمیدیم. میدونی یعنی اینقدر فاجعه بزرگه و متاسفانه هیچ راهکاری هم براش نیست. اما یک طرحی هم داده بودن، طرح گرمخانه، که حتما شما و شنوندگان عزیز شنیدن در مورد این طرح گرمخانه که زنان رو حالا یا خودشون میان یا جمع‌آوری میشن. چون من یک گزارش کامل راجع به این گرمخانه ها خوندم و در اونجا به اصطلاح جمع‌آوری میشن. حالا به هیچ عنوان عدم نظارت به هیچ عنوان وجود نداره، به هیچ عنوان رسیدگی وجود نداره، تو پست‌ترین شرایط و موقعیت زندگی میکنن و مواد مخدر هم هست. یعنی اونجا رد و بدل میشه مواد مخدر و توی خیلی از گرمخانه ها زنها به خاطر تهیه مواد مجبور میشن به اصطلاح اون کسانی که گردانندگان اون گرمخانه هستن، یعنی سوء استفاده جنسی ازشون میشه، تنفروشی کنن به خاطر، یعنی ببینید همون خیابون، خب همون تر اون موقعیتی که تو خیابون داشتن این زنها، همون توی یک جای سربسته اومده و داره اعمال میشه. هیچ تفاوتی میون اینها نیست. به نظر من راهکاری رو که میبینم، به نظر من باید یک سری مراحل درمان و سمزدائی در مورد اینا صورت بگیره در مراکز ترک اعتیاد. خب این کار که انجام شد، مشاوره و حمایت‌های در واقع روانی در طول ترک و بعد از اون در موردشون ادامه پیدا کنی، یعنی رها نشن اینها، به اصطلاح این زنان آموزش بهشون داده بشه، حرفه‌ای رو یاد بگیرن اگر بلد نیستن و اونها رو به کار بگمارن، یعنی به یه کاری اشتغال داده بشن که بتونن به این ترتیب با خیال راحت، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی روانی، با سلامت بتونن به خانواده هاشون برگردن. میدونید این میشه در واقع، وگرنه شما نگاه کنید قوانین ناعادلانه جمهوری اسلامی هیچی نداره به جز اینکه از در واقع حقوق اون خاطی، اون جنایتکار، اون ظالم پشتیبانی میکنه و قربانی رو یا وادار به سکوت میکنه یا اینکه خیلی مستقیم و بهش میگه که ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد و تو باید به یه همچین کاری تم بدی اگر میخوای اعتراض کنی. اینی که من اصلا، حالا توی قوانین جمهوری اسلامی قانون اساسی هم آورده شده، ما توی قانون توی اصل 43 داریم زیر به اصطلاح تقویت زیربنای اقتصادی، زدودن فقر و محرومیت، تو اصل در واقع سوم ما داریم اشتغال و امنیت اجتماعی، آموزش پرورش رایگان، محو استبداد و انحصار طلبی که دقیقا اینو اجرایش کردن، یا ارزش گذاری برای زن و کرامت اون، برآورده ساختن نیازهاش، اینو ما تو اصل 21 قانون اساسی میبینیم که تمام این اصول به راحتی و در کمال استبداد و انحصار طلبی زیر پا گذاشته میشه. ممنون از شما خانم شریفی. من خیلی راغبم که نظر خانم وفا رو راجع به این ماجرا بدونم. من یه بار دیگه سوال از شما میپرسم خانم وفا. این گفته نماینده مجلس دهم آقای رضایی که میگه برای عدم سرایت آلودگی به جامعه باید زنان معتاد عقیم بشن، نظر شما چیه خانم وفا؟ متاسفانه بدون این که من قصد توهین هیچ وقت به هیچ کسی ندارم، هر انسانی محترمه، ولی از این جمله از یک فکر عقیم میاد که اینجوری ممنون از شما. من این جمله رو خوندم نمیدونستم اصلا میشه راجع به این ماجرا فکر کرد یا اصلا یه حالتی شوکی به من دست داد. من ضمن تایید تمام سخنان و راهکارهای خانم شریفی عزیز که به درستی موزر رو شکافتند و توضیح دادند، فقط میتونم به این اضافه بکنم که زن در این نظام قربانیه، بنابراین در هر فرمی باید تحقیر بشه، به سکوت واداشته بشه و حتی حق طبیعی تولید مصر رو به زور از او بخوام بگیرن، بدون اینکه همونجور خانم شریف گفتن هیچ گونه از حقوق حقه خودش رو
حق داشتن کار، حق زیست متناسب در مسکن متناسب، حق داشتن منزلت و کرامت که قوانین نظام هم بهش تاکید میکنه رو براش رعایت کنن. این همچی راه یافته به یه همچی مجلسی پیداست با یک فکر عقیمی مرور رو به جای علت میشونه، یک راه حل به اصطلاح کوتاه مقطعی نادرست و خودش اعمال زور، یعنی با زور این خانم رو حالا چون کارتون خوابه برای که تعدادی زیاد نشه و آشکار بشه که نظام این نظام ما تا چه قدر به اصطلاح دست بسته هستیم یا ناتوانیم با حضور بر یک کشوری که سراسر این همه چاه نفت و گاز داره و در واقع باید یکی از ثروتمند در این کشورهای جهان باشه، ما از عهده چند تا تعداد زن کارتون خوابی که از فقر اقتصادی به اون دوچار شدن بر نمیاد. پس بنابراین پاک کردن صورت مسئله است. همونجور که خدمتتون عرض کردم واقعا این نظام اصلا مسئولینی که در این نظام هستن اگر فکر عقیم نداشتن که راه حل تا حالا ارائه داده بودن، حداقل جزئیات رو که خانم شریفی گفتن این کارا رو میکردید، این رو راه حل اینا زبان اینا بیرون نمی، اصلا در مخیلش رو خطور نمی کنه که بخواد. امیدوارم که پاسخ شما رو داده باشه. ممنون از شما. حالا میرسیم به قصه های ناموسی. خانم وفا، نظر شما راجع به قصه ناموسی چیه؟ ببینید، قتل در ایران منظورتونه؟ اگر قتل های ناموسی در ایران منظورتونه، در مواردی، تمام مواردی که روشنه یک قصد قبلی داشتن و برنامه ریزی شدن. من در مثلا کنه وجود و ذهن اون قاتل نبودم و نیستم که بخوام برای تک تک موارد، ولی پیداست که با اطمینان از اینکه قوانین موجود در ایران در دستگاه قضایی این نظام حامیش میشه و کمترین مجازات رو داره، نحوه قتل رو هم اکثرا برنامه‌ریزی کرده بودن. پس بنابراین خود این قتل‌های ناموسی که در ایران انجام میشه نشون میده که هیچ نهادی برای حمایت از قربانیان قتل‌های ناموسی که پیش از مرگم بارها تهدید میشن وجود نداره و متاسفانه در قانون مجازات اسلامی این نظام پدر که مرتکب فرض کنه قتل دختر میشه اون رو ولی دم میدونن و برش به اصطلاح قصاص هم طبق قوانین نظام دارن میدن و تعریف نکردن. بنابراین کل نظام نه تنها نه صرفا قوه قضاییه، به زنان نگاه تبعیض‌آمیز داره. پس بنابراین راه قتل ناموسی در ایران جا داره. حالا یک دانشگاه علوم انتظامی، یک مال ناجا، من یک تحقیقی رو میخوندم، حالا نمیشه زیاد با آمارشونم استناد کرد، ولی به هر حال در برای کار تحقیقی همین تحقیق هم خودش نشون دهنده بخشی از معضلات اجتماعی است. میگه که این تحقیقشون میگه بخش قابل توجهی از قتل‌های صورت گرفته که عنوان ناموسی دارن در جوامع سنتی استانهای جنوبی و غربی ایران هستن. در مثلا خوزستان نوشته 39%، کرمانشاه 45%، کردستان 40% و در کل کشور هم حدود 30% ارزیابی میشه. خب اینها بر میگرده، شما فکر کنید مثلا میخوام بگم یه نکته رو اجازه اگه بعد بدید، حالا جدا از این قتل های ناموسی موضوعش که عوض شد، من به یک نکته میخوام اشاره بکنم و اون این است که بعضی موقع ها متاسفانه برای مبارزه با این خشونت علیه زنان یک اشتباه رو نباید مرتکب شد و اون که روی یک عامل انگشت گذاشت، مثلا دین مقصره، فرض کنیم نگاه دینی مقصره، نه سوء استفاده نظام از نگاه دینی هم. حتی مثلا اگه در فرانسه تو سال 2019 137 زن کشته شدن، اونجا دیگه اسلام نقش نداره، یا در مکزیکو سیتی تو یک سال تو 6 ماه اول 150 زن کشته میشن، اونجا مثلا اسلام نقش نداره. همین مسئله قتل ناموسی در بسیاری از جوامع سنتی هند و پاکستان و افغانستان بسیار شما میبینید، در نپال بسیار دیده میشه. حالا
این میخوام به خاطر این میگم نباید حالا بعد اونو خواهش میکنم به من یه فرصتی بدید تا این تالی فاسد شو برمیدارم که چرا یک عامل فشار آوردن و همه رو متوجه اون کرده اصلا جامعه رو برای مقابله زده میکنه، دو اینکه ما رو به راه اشتباه میندازه تا نتونیم نگاه کنیم اون نگاه سلطه از کجا میاد. خیلی ممنون. خیلیش میکنم. ممنون از شما خانم وفا. خانم شریفی، یه سوالی دارم از شما، اونم اینه که چرا موزلی به نام اسید پاشی داریم؟ میدونیم که امام جمعه اصفهان اعلام کرده که باید فضای جامعه رو ناامن کرد برای افراد بی‌حجاب یا اونایی که کشف حجاب میکنن. این منو یاد اسید پاشی اصفهان انداخت، نمیدونم چرا، ولی ناامن کردن جامعه از طرف گفته شدنش از طرف امام جمعه اونم توی اصفهان، دقیقا اینا رو که کنار هم گذاشتم یاد این ماجرا افتادم. نظر شما یا نقطه نظر شما چی؟ ببینید، اسید پاشی یکی از در واقع انواع شدید خشونت هست بر علیه حالا هم زنان، چون در مورد مردان هم این مصداق داره، در مورد کودکان هم این مسئله صورت گرفته و بوده و خب در همه جا هستش. اما چیزی که جامعه ما رو از لحاظ خشونت شاید نمیتونم بگم متمایز، چون تو خیلی از جاها، یعنی اتفاقاتی که توی ایران میفته به قول فرمایش خانم وفا توی فرانسه هم میفته عین همین، یا توی کشورهای آفریقایی یا آسیایی یا آمریکایی حتی، فرقی نمیکنه، اینها هستش. اما چیزی که جامعه ما رو متمایز میکنه از این قضیه در واقع اون شکاف جنسیتیه که وجود داره توی جامعه. خب نمیشه دید مذهب رو توی جامعه ایران نمیشه نادیده گرفت، چون ما نگاه میکنیم وقتی که شما قوانین رو میشکافید، وقتی که شما میرید سراغ قوانین مدنی، وقتی میرید سراغ قوانین کیفری، همش تو جای جایش این شرع و در واقع مسائل فقهی آورده شده و اصلا جدا نیست، جدا یک شق جدای ناپذیره. مسائل فرهنگی رو من دخیل میدونم توش، 100% مسائل فرهنگی هست، چون این اینجوری نیست. خشونت علیه زنان توی صرفا این 41 سالی نیست که جمهوری اسلامی اومده، سالها، صدها سال و حتی بیشتر بوده. اما این مسئله اسید پاشی اصفهان، به خصوص اسید پاشی اصفهان، ببینید اصفهان یک شهر بسیار مذهبی هستش و حتی توی ماجراهای مثلا دهه 60 که اوج دستگیری ها و این مسائل بود، حتی خود مردم مذهبی می اومدن و این گروه ها رو به دولت معرفی می کردن، گروه های سیاسی رو، کسایی که طرفدارشون بودن. میدونید، یعنی این یه چیزیه که توشون هست، نمیشه بگید چرا و نباید باشه. و این در واقع بر نمیتابه کسایی که حالا توی اون سطح هستن، اون بالا هستن و یک تعریفی از زن برای اونها شده، یک تعریفی از اینکه خب زن خیلی سطح پایین تر از مرده، بسیار در، یعنی شاید بگم من یه آمار جالبی میخوندم که از لحاظ اقتصادی زنهای اصفهان یکی از اون زنهایی هستن که خشونت اقتصادی در موردشون زیاد اعمال میشه، در صورتی که من اصلا گمان نمی کردم اینطور باشه. حالا با توجه به اینکه خب خیلی هاشون بازاری هن و مثلا متمول هن و اینها، اما مسئله اصلی توی اصفهان چیزی که عنوان کردن پوشش نامناسب، یعنی این یکی از مهمترین و اصلی ترین دلایلی بود که در مورد این اسید پاشی های حالا سال 96 بیشتر توی اصفهان انجام گرفته، اگر اون مقصودتون هست، وگرنه اسید پاشی های مختلفی من گفتم یک سری توی صحبتم که مثلا خود مسئولان جمهوری اسلامی گفتن به خاطر مسائل اجتماعی است، یه خواستگاری جواب نمیشنوه، یک زنی که شوهرش خیلی دوستش داره تقاضای طلاق میکنه، میدونید اینها رو به این صورت عنوان کردن، یا مثلا به خاطر مسائل مالی و کلاهبرداری های مالی است به این خاطره. اما خود کسایی که قربانی بودن گفتن که اینطوری نیست،
چون یکی از مهمترین چیزها این بوده که گفتن چون سوار ماشین شدی، خیلی جالب بود برام و دردناک که گفتن یکی به خاطر پوشیدن چادر و یکی سوار شدن ماشین توی خیابون‌های خاصی توی اصفهان که چرا اونجا داری مثلا یه زن داره اونجا مانور میده توی ماشین. اینه که نگاه کنید مثلا هیچ کاری هم واقعا در موردش نکردن، یعنی این مسئله اسید پاشی خود قربانیان گفتن که لااقل درمان ما رو رایگان کنید، لااقل به فکر ما باشید. اما وقتی تقاضای مثلا پول میکردن برای عملشون میگفتن ما مثلا 5 سال بعد دستمون میرسید، 2 سال بعد این پول به دست ما میرسید. و اینه که این مشخص میکنه ریشش کجاست. هیچ کدوم از عاملان تا حالا دستگیر نشدن، هیچ کدوم از متهمان دستگیر نشدن. ما قانون خاصی نداریم برای این مسئله اسید پاشی. خب اینا همه یک شاید شاخ و برگه قضیه است، ولی ریشهشو که وقتی شما میرید ریشهش دقیقا توی قوانین جمهوری اسلامی است، توی قوانین تبعیض‌آمیز که اصلا اینکه ببینید مسکوت گذاشته شده. این خیلی چیز وحشتناکیه این مسئله که مسکوت گذاشته شده. مثلا خانم پروانه سلحشور در مورد این اسید پاشی ها اون موقع گفتن که این ما طرحی رو رفتیم به مجلس دادیم و گفتیم که این طرحی که ما برای مجلس دادیم طرح لایحه امنیت در واقع زنان یا همون منع خشونت علیه زنان، گفتن که این مسئله اسید پاشی توی این لایحه گنجونده شده، لطفاً بذاریدش توی فوریت و بهش رسیدگی کنید که بتونیم به یه نتیجه برسیم دیگه این تکرار نشه توی جامعه. اما دولت گفتش که باشه و کنار گذاشتش و سالهاست که این اتفاق افتاده و هیچ نتیجه‌ای هم نشده. رسانه‌ها هم به هیچ عنوان، یعنی از رسانه‌ها خواسته میشه که این رو رسانه ای نکنید، این رو جایی عنوان نکنید. میدونید یعنی تمام این اتفاقاتی که میفته، مثلا آقای یوسف طباطبایی نژاد توی امام جمعه اصفهان توی یکی از خطبه هاشون گفته بودن که دیگه مسئله حجاب داره از حدش میگذره، باید دیگه ما برای مقابله با بعد حجابی چوبه تر رو باید بالا ببریم. و بعد از حرفای ایشون و خیلی از علمای دیگه که به اصطلاح اظهار نظر کردن در این زمینه، این مسئله شروع شد که بعد ایشون گفتن نه من منظورم این نبود، که حتی عکاس و بعد که اعتراض میکنن به خاطر اسید پاشی ها، عکاسی که از این اعتراضات عکس گرفته بوده اون رو دستگیر میکنن، به جای رفتن دنبال متهمان اون عکاس دستگیر میشه. این من دقیقا ریشش رو توی قوانین و توی نگاه جمهوری اسلامی میبینم نسبت به قضیه. بله ممنون از شما خانم شریفی. خانم وفا، اساسا جمهوری اسلامی ایران شریعت رو جنسیتی کرده، هم شریعت و هم فلسفه رو، و تمایز بین زن و مرد که قاعده رو اونو در قوانین خودش گنجونده. میشه شما نقطه نظرتون رو بیان کنید در این رابطه؟ مثلا میتونم در این رابطه به جرم سنگسار، یعنی اینا همه مختص خانمان دیگه، نظر شما چیه راجع به این مسئله که گفته شد؟ عرض کنم خدمت شما، مسئولان این نظام چه کار که بادی نکردند که این که حالا یک بخشیشه که شما میفرمایید از خود بیگانه کردن تمام باور یک ملتی رو. از دید من سوء استفاده از مرام از دین و آلودنش به قدرت و نگاه قدرت مدارانه خود را بر یک مرام تحمیل کردن تنها در ایران رخ نداده، در بسیاری از کشورها رخ داده. مارکسیسم تبدیل شد به استالینیسم حسوی، یه مرام کاملا غیر دینی. فاشیسم جنایات چند میلیونی رو انجام داده به اسم نژاد برتر، اصلا ربطی به مذهب نداشته.
یعنی میخوام بگم از هر مرامی شما با دید و اندیشه راهنمای قدرت میتونی کاملا سوء استفاده کنی و بر ضدش تبدیل کنی و به اسم اون جنایت کنی، چون برای خودش کلاهشهری میذاره، به اسم دین، به اسم پیامبر، و از بیسوادی یا عدم اطلاع یا خامی یا به اصطلاح سطحی خونی یه عده سوء استفاده بکنه. در مذهب مسیحیت ما مبارزه مارتین لوتر رو که دیدیم دیگه، با انکیزاسیون قوی دو کاتولیسم چی کار کرده اون مارتین لوتر؟ تنها کاری که کرده رفته در پستو نشسته این کتاب انجیل رو ترجمه کرده اولین بار به یک زبان دیگری، به زبان آلمانی، تا مردم عادی خود بتونن مطالعه کنن و گفته های پاپ رو و دستگاه مطلقه اون رو به نام انجیل و به نام پیامبر عشق مسیح بوده به خورد مردم ندن. در حرف شما کاملا صحیحه، این نظام اومده به اصطلاح دید خودش رو که جنسیتی است و در اون زن مادون انسانه و نصف مردم نیست، اصلا مادون انسان هست رو بعد در قوانینش تبلور داده، در شکی نیست، باید باش مبارزه کرد، در شکی نیست. حرف من چیز دیگری است، میگم من معتقدم شما اگر به جامعه هشدار ندی که از مرام و دین شما هم داره سوء استفاده میشه، چون ما به هر حال با یک جامعه روبروی، درصد هم کاری به درصد ندارم، میگن 89% جامعه ایران مسلمون هم، بقیهش هم خیلی بعضی از اقلیت‌های مذهبی هستن و غیره، با این جامعه که این دین رو داره، حالا بخش بگیریم نسل جوان اصلا از دین به در، اصلا مخالف دین، همه ایران نمیشه، درسته؟ شما با یک جامعه که یک مرام داره، فرق نه اسمش هم بذارید چوپنبه، نذارید اصلا، هر چی میخواد باشه، به یک مرامی داره، به جای این که بیاد ابزار خود نظام رو استفاده بکنید و بگید آنچه این نظام میگه عین اون دین هست و این رو چماق بکنید، خلع ایجاد میکنید. خلع که ایجاد شد قدرت پرش میکنه. شما مبارزه چند هزار ساله اروپا رو نگاه کنید با انکیزاسیون، مسئله جدایی از دین نبوده. الان بزرگترین حزب آلمان حزب دموکرات مسیحیه، دولت هم سکولار. خب جدایی بنیاد دینی از بنیاد سیاسی رو عز کردن، نه بی مرامی رو، نه مردم رو از دین بری کردن رو یا از مرام بری کردن رو. شما یک کشور در جامعه به من نشون بدید که هیچ مرامی نداره در تمام دنیا، مگه میشه؟ مگه میشه انسان بدون مرام یا دین باشه؟ یه دین داره، یه دیگه مرامای داره غیر دینی. حق طبیعی، اصل اول قانون اساسی فرض کنید آلمان، یا بند یکی از بندهای به اصطلاح حقوق بشر این است که انسان ها آزادی عقیده و مرام و نظر رو دارن. این حق اولیه. حالا شما مبتنی بر این حق باید بیاید این ابزار رو، این چهره سالوس دوگانه این نظام رو پرده ازش، بر حجاب از صورت او بکشید و دروغ اون رو آشکار بکنید. باید حتی روشنفکران دینی که با فرم‌های مختلف ثابت می‌کنن که آنچرا این نظام به دین می‌بنده، باید فقط در فقه تکلیف مدار این نظام بود، در ذهنیت مسئولانی که میونه حتی حوزه علمی هم اینایی که در قدرت هستن، در اقلیت هستن، اون فقه قدرت مداره که این قوانین رو ساخته. منتها قدرت دیگه، قدرت رو هر کسی میخواد تکه از این کیک داشته باشه، عوض میکنه، چهره عوض میکنه در مقام و مثل نماینده مجلس. ما نمیدونیم چه دینی، چه مرامی، چه نظری داره، اما فکرش عقیمه. این فکر عقیم رو به بسیاری از ادیان و مرام ها حقنه میکنن. نص صریح قرآن سوره 13 آیه حجرات میگه لا تجسسو، یعنی تجسس نکنید. آقای خمینی اومد چه کار کرد؟ 35 میلیون تجسس کنن. اینکه خانم شریفی میفرمایند دست دهه 60 هم اکثر مردم مذهبی اصفهان بودن که لو میدادن، یه اجحاف به نظر من دوست عزیز به مردم اصفهان. مگه سازمان های چپ تاریخچه‌شون هست؟ کتابای خود نوشته، کتابای
انسان‌های با مرام چپ رو بسر فرض کنید. حتی رمان فریدون پسرداست آقای معروفی رو بخونید، سازمان‌های چپ همدیگر رو به این نظام لو میدادن. این رو بیام اینجوری من منظورم اینه که منحصرش بکنیم به یک مذهب و عوامل دیگر رو نادیده بگیریم و بگیم فکر قدرت مداره. حتی یه عده هست من در خیلی از گزارش ها میبینم یا مثلا مقالات میگن این روحیه مرد ساله رو ذاتی انگاری میکنن، میگن مردان ذاتن سلطه پذیر هستن، سلطه طلب هستن. خب اگه این کار کردید این جنگ تا آخر تاریخ بشریت ادامه خواهد داشت. اگر مردانی ذاتشون سلطه پذیر باشه نمیتونن این ذات رو تغییر بدید. شما نه با کار فرهنگی، نه با کار اجتماعی، نه با ایجاد اشتغال، نه با به اصطلاح تربیت، نه با تربیت در مدرسه، نه با بهبود وضعیت سیاسی مرد سلطگر رو میتونید از سلطش خارجش کنید. نه اینا ذاتی نگاری ها خراب میکنه راه مبارزه رو، در صورتی که روابط سلطه زیر سلطه یک روابط آرزیست مفبر در روابط تبعیضگر به وجود میاد. من و شما، من و یه آقای محترمی فرض کنید مسئول تکنیک اینجا، وقتی در رابطه ای که برقرار میکنیم نگاه تبعیض‌آمیز نباشه، نه من خودم رو برتر از ایشون میدونم نه ایشون خود رو برتر، یک رابطه صمیمانه انسانی دوستانه مبتنی بر حقوق شکل میگیره بدون هیچ گونه رابطه سلطه زیر سلطه. قدرت یک امر آرزیست، وجود خارجی نداره، در روابط تبعیض‌آمیز به وجود میاد. پس بنابراین راه مبارزه با همین قوانینی که شما در سوالتون فرمودید این است که کسانی که اتفاقا اعتقاد دارن اهل مرام هستند یا معتقد یا باورمند دینی هستند، بیشترین مبارزه رو اونها میتونن بکنن و باید حمایت کرد از اونهایی که آقای خمینی رو با آیه لا تجسسو مقابله میکنن. که شما به چه حقی؟ باید آقای خمینی نیومد گفت من به خاطر اسلام حتی توحید رو تعطیل میکنم. یعنی وسیله، هدف وسیله رو توجیه میکنه برای ایشون. قدرت ایشون خودش اسیر قدرته، اسب قدرت میتازونه ایشون هر چیزی رو مجاز میدونه برای اینکه حرف خودش رو و قدرت خودش رو به پیش ببره. اون یکی از مهمترین قربانیان در این 40 سال اخیر خود دین هست، از دید من خود مرام هست. با هر مرامی من بسیاری هست میبینم نظام به اصطلاح حتی شوروی رو بعد از فروپاشی با همون اون خیلی از چپ ها من باشون مناظره کردم، بحث کردم، به علت وجود نظام شوروی تمامی سوسیالیسم، مارکسیسم همه رو با یک چوب میرانن و باطل شده به قول خودشون زبالدانی تاریخ میرزن. اصلا این مبارزه با فکره. ممنون از شما. ممنون هم از صحبت خوبتون. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.